با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم. سلام آقای دکتر، سلام عزیز، بخیر، سال نوتون مبارک باشه. انشالله که بهترین سال باشه امسال واسه شما. راستش من سریع مطلب رو شروع میکنم که وقت رو بیشتر هدر ندم. من یه دختر 30 ساله هستم، بچه سوم خانواده، بچه بزرگتر خواهرم بودن با 7 سال اختلاف سنی با من و بعدی برادرم با 6 سال اختلاف سنی. 27 سالم بودش که با یه آقای نامزد کردم. من داخل ایران بودم و ایشون امریکا بودن. مدت آشناییمون با هم هلوش 3-4 ماه بودش و بعد خب اون نامزدی کنسل شد. تا 2 سال الی 2.5 سال، یعنی من تا 29 سالگی دیگه هیچ رابطه ای نداشتم تا مجدد دوباره با یه آقای آشنا شدم که منجر به ازدواج شدش و الان ما با هم کانادا هستیم تقریبا. ایشون کجا بوده؟ ایشون ایران بودن، یعنی ما ایران با هم آشنا شدیم. بسیار خوب. ایشون چند سالشه؟ ایشون 1 سال از من کوچیکترن، 29 سالشونه، بچه آخر هستن از 5 تا بچه و مادرشون متاسفانه 6 سالگی از دست دادن. نحوه آشنایی من با ایشون اینطور بودش که خب من خیلی دیگه بعد از اون اتفاقی که واسم افتاد خیلی تمایلی به رابطه جدید نداشتم و بیشتر دنبال کارهای مهاجرتم بودم واسه ادامه تحصیل که حالا بیام خارج از کشور. بعد تو اینستاگرام به من مسیج دادن و با یه هویت دیگه، یعنی با یه هویت فیکی اومدن به من مسیج دادن و حالا من از تو کنجکاوی چون دیدم که خودشون از توابع ارامنه معرفی کردن، دوست داشتم آمار یکی از بچه‌ها و دوستامو بگم چون خیلی وقت بود از ایشون خبر نداشتم. گفتم حالا از این طریق میپرسم و اینا، چون که جامعه ارامنه تو شهری که ما بودیم ایران خیلی کوچیک و جمع و جور بودش. بعد دیدم این اصلا از ارامنه چیزی نمیدونه، مثلا هیچ کی رو نمیشناسه. حالا وارد این جزئیات نشید، اون اصلا مهم نیست. آره بعد دیگه تا هم دیگر رو دیدیم، من دوست داشتم که مثلا باهاشون بیشتر بیرون برم، حالا تو جمع دوستاشون بیشتر باشم. و تا اینکه بعد از 6 ماه و نیم خودشون اومد گفتش که نه من اصلا اونو هویتم و اشتباه گفتم. من گفتم خودم تا یه حدیش رو فهمیده بودم و گفت که دوست دارم این رابطه جدیتر بشه و با خانواده هامون در میون بذاریم و میدونست اون موقع دیگه ویزای من اومده بودش و دیگه ما مشاوره رفتیم و بعد از هلوش 9 ماه و نیم عقد کردیم. خب به من بفرمایید کرد و چی خوندید؟ من دکتر لیسانس ریاضیات و آمار هستم، فوق لیسانس مدیریت، الانم گلوبال منیجمنت میخونم اینجا. ایشون هم لیسانس شهرسازی هستن و ارشد مدیریت صنعتی. اوکی بسیار خوب. الان دقیقا چه مدتی است کانادا هستی؟ من خب یه تایمی اومدم کانادا، دوباره برگشتم 1 ماه و نیم 2 ماه خودم بودم و الانم تقریبا 4 ماهه که دوتا با هم اومدیم. و با چه ویزای اومدی؟ ویزای تحصیلی ایشون همراه هستن. اوکی بسیار خوب. خب آقای دکتر، الان مشکلی که بیشتر بین ما اتفاق افتاده، من خیلی احساس میکنم که رابطه ما خیلی اصلا به سوی پوچی داره میره، اصلا هیچ رابطه احساسی عاطفی چه میدونم اون چیزی که همیشه تو فکرم بود که یه رابطه زناشویی باید باشه، یعنی بر اساس این قواعد باید باشه، الان دیگه اصلا اونو نمیبینم. حالا درسته که من صفیه درس و دانشگاه دارم، ایشون مجبوره مثلا از صبح بره سر کار تا بعد از اون، ولی وقتایی هم که جفتمون تعطیل هستیم تو خونه هستیم هیچ گونه رابطه کلامی نداریم، اصلا رابطه جنسیمون به هیچ عنوان خوب نیست. یعنی چی به اون هیچ عنوان خوب نیست؟ یعنی چی؟ مثلا هست نیست؟ یعنی که مثلا هفته ماهی چند دفعه رابطه داریم؟ این اواخر مثلا 3 هفته 1 بار، اونم متاسفانه مثلا شاید ایشون ارضا بشه ولی من اصلا ارضا نمیشم، بعد همش خودم رو لعنت میفرستم. یا چند باری خودم پیش قدم شدم گفتم که مثلا این کار رو انجام بدین، بعد اون منو سرکوب کرده گفته نه نمیخواد. فلان ما با یه مشاوری هم در ارتباط بودیم، حالا از طریق واتساپ
تو ایران گفتن تمرین کنید کمبود محبت هست، مخصوصا من هیچ محبتی از جانب ایشون به صورت. من سوالم اینه که شما که 6 ماه با ایشون بودید چگونه نفهمیدید که ایشون آدم احساسی عاطفی نیست و علاقه و محبتی نداره یا ابراز نمیکنه؟ آی دکتر، اون اوایل مثلا تو جمع دوستاشون و اینا تو ایران بودیم میرفتیم، خب مثلا هی بگفت و خنده و شوخی، مثلا میگفتش که آره الناز اینجوری فلان، یه سری محبت های به من کلامی میکردش، ولی بعد من انقدر نمیدونم چجوری بود که سرگرم یه سری مسائل مثل درس و اینا بودم که حتی من فیلم عروسیمونم بارها میبینم، میبینم اصلا تو شب عروسیمونم حتی با من نمیرخصیده، هی دوستاش میگن امسال شب عروسی تو باید با مثلا خانومت برخصی. یعنی بعد اومدیم اینجا، حتی شاید قبلا همینطور بودش، تو رابطه جنسی بودم هیچ گونه صحبتی نیست، فقط عمل کرده. یعنی حتی چندین بار مثلا من اومدم پیش قدم شدم دیدم نه اصلا هیچ تمایلی نشون نمیدن، و بعد بهش گفتم من دوست دارم صحبت کنیم، من دوست دارم فلان کار رو بکنیم و اینا، گفتم من شخصیتم اینجوریه نمیتونم، هر کسی شخصیتش متفاوته، نه اینکه تو مثلا خیلی محبت میکنی و اینا. گفتم چرا من آغاز کننده نباشم، که خیلی جا از نظر خودم بودم، ولی نمیبینم تو مثلا منو تا خواهم نه محبت. شما فکر کنید شما ایشون رو دوست دارید الان؟ الان بعضی وقتا خب از دستش که عصبانی میشم میگم نه ای کاش خودم تنها بودم، اصلا نمیخوام نش فلان، ولی خب در نهایت آره علاقه رو که دارم نسبت به ایشون، ولی الان دچار دودلی شدم نمیدونم چه چه چیز خوبی در ایشونه. نه چه چیز خوبی در ایشونه که به ایشون علاقه مندید هم اکنون؟ خب متعهده، یعنی مثلا نسبت به زندگی دوست داره که تلاش کنه، همون قصی میدونه من چقدر مثلا زحمت کشیدم تا به این هدفم خواستم برسم، اونم با این که حالا خیلی وقت مثلا نیسته، شاید 3-4 سال نبوده که با هم آشنایی داشته باشیم و اینا، ولی اینو در من دیده و خودش هم سعی میکنه حالا برای کار کردن پول در آوردن، از این نظر خیلی میدونم متعهده. بعد چه ارتباطی به رابطه محبت و یادم این که خیلی کار میکنه یا به اندازه کار میکنه که آدم بهش علاقه من نمیشه؟ به چه چیزه ایشون شما علاقه من؟ برای این که خیلی بیالایشه، یعنی اهل کلاس گذاشتن نیستش و یعنی آدم احساس راحتی بیالایشه یعنی کنه. ایشون یادم یعنی من میتونم جلوش خودم باشم با آخه چون همشاد اهمیت نده، من اگر همسایه پلویم شام بخوره نخوره، لباسش کوتاه باشه بلند باشه، داد بزنه نزنه، این فیلم اون فیلم به من جرت بده، نشانه این نیست که من آزادش گذاشتم، من اهمیتی بهش نمیدم. روزی که کسی به شما ابراز علاقه و محبت نمی کنه، روزی که شما احساس اون محبت رو نمی کنید، روزی که رابطه جنسی ندارید، چرا فکر کنید کاری به کارتون نداشتن نشانه آزادگیشه، نشانه بی‌اعتنایی و بی‌اهمیتی؟ و حالا دقیقا میخواستم یکی دیگه از مواردی هم که بگم، من هیچ مثلا درسته توی سری مسائل بهم تذکر میده، ولی اصلا آدم شکاکی نیست که بخواد چک کنه و اینا، اینم واسه من خب خودش خیلی یه پوینت مثبت بودش، چون من تو آشنایی قبلی نامزدی که داشتم اصلا یکی از دلایل که نامزدیم به هم بود. اونو مقایسه با هم نکنه، خب آدم شکاکی آدم ببین عزیز وقتی من معتاد نیستم که دیگه هست من نیست، آدم معتاد عیب داره، ولی آدمی که معتاد نیست که حس نداره عزیز. من نمیدونم شما چی نگاه میکنید، آدمی که مثلا دوستان میان میگن که دست بزن نداره، خب من قرار بزنه، این که میزنه خیلی 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 بده، ولی این که نمیزنه که حس نه آدمی نیست یا برخورد فیزیکی نمیکنه. خب آدم ها میتونن بی‌اعتنا باشن، اهمیتی ندارن، گفتم شما ممکنه اهمیت بدید به خواهرتون برادرتون، ولی هیچ اهمیتی ندید به هم کلاسی تو یا هم کار تو، شما چه برمود اشتباه هم داری میکنه با کنه شما به شما بنابراین شما چرا یه مقداری بی اهمیتی و بی اعتنایی و بی ارزشی رو به حساب آزادی و نداشتن شک و اینا میبینید؟ نه اینکه من بگم اینجگونه است، من اصلا نمیفهمم شما چی میگی. شما این همه مدت با هم بودید، اون مدتی که با هم بودید شما متوجه نشدید علاقه ای اون احساس عجیب و عمیقی بینتون نیست؟
شما فقط میخواستید بیاد خارج فکر، خب یکی دیگه هم با خودتون میارید، اونم که اونجا خب کارش رو میکنه که الان داره میکنه، پس بنابراین پس که برادرم هم با خودم آوردم. ولی آیا واقعا شما دوتا به صورت دوتا آدمی که همدیگر رو دوست دارند و همدیگر رو پیدا کردند و میخوان تا آخر اون با هم باشن هستید؟ خب اون علامت رو نشون نمیدید. خب آقای دکتر، من اون موقع که ایران بودیم، خب جملات حالا محبت آمیز میگم، حتی تو جمع دوستاشون هم که بودیم، نه اینکه تو خلوتمون، حتی مثلا تو جمع هم میدیدم ابراز علاقه میکنه، و بعد که میگم هی رفته رفته از ارتباطمون گذشته شد اینا، بیشتر بحث لج و لج بازی شد. مثلا اومد به من گفتش که من تو منو میخوای سبک کنی جلو جمع و فلان، در صورتی که دقیقا این ریاکشن رفتاری بودش که مثلا بعضی وقتا خودش نسبت به من داشت و من مثلا اون حرفا رو میزدم. بعد به نظر نه سب کنید سب کنید همچنی یواشکی در نرید، ایشون شما رو کوچیک میگه جلو جمع، شما هم کوچیک بیاید جلو جمع، این که راه حل مسئله است. نه یعنی میگم این محبت کم کم و کم کم کلا اصلا نابود شدش و اولیه خیلی عزیز من بهتر بود. آخه ببین عزیز، تو هم این شنونده عزیز قبلی یا قبلی حرفات متضاده. از یه دارم میگه من بهش علاقه دارم، الان جمله اینه، اون علاقه مثلا خیلی به علتش نابود شده، یعنی من اصلا بهش علاقه ای ندارم. پس چرا میگی بهش علاقه دارم؟ 5 دقیقه چهار دقیقه گفتی علاقه دارم، من گفتم هنوز دوستش داری، گفتید آره. بعد دلیل تو میبینی کار میکنه بابایی بالا. خب دوستش دارم چون آره میگم یه آدم نه چوزش دارید برای که ازدواج کردید، حالا نمیخواید جدا بشید. حالا یه سوالی ازتون میکنم، جوابشو میدونم، اگه همه اون چیزی که الان میدونید تو میدونستید ازدواج میکردید؟ نه. اگر ایشون همه اون چیزی که الان میدونه رو میدونست ازدواج میکرد؟ نه. خودش میگه آره، ولی من فکر میکنم که دروغ. خودش میگه من همچنان با وجود همه این اشکالات با تو ازدواج میکنم، برام خوشحالم از این ازدواج. خودش میگه آره من تو رو دوستت دارم، نمیدونم تو چرا اینجوری فکر میکنی، مطمئن نیستی. سب کنی تو منو دوست داری، نه به من حرف محبت آمیز میزنی، نه رابطه جنسی خوبی داریم، نه با هم به اوقات خوب و خوشی داریم، چیه منو دوست داری؟ واقعا نمیدونم. نه من میگم ایشون که میگه تو رو دوست دارم، آدم یک کسی که دوست داره کاری میکنه که او دوست داره، آدم کسی دیگه دوست داره کنارش، ترجیح میده با او باشه تا با هر کس دیگه، براش برنامه درست میکنه که به هر دوشون خوش بگذره. ایشون این کارا رو میکنه؟ تو بحث اینه که حالا مثلا آدم پایه‌ای باشه که به هر دومون خوش بگذره، خب آره تلاشش رو میکنه، مثلا حالا برای مناسبتهایی مثل ولنتاین و اینا نهایت تلاشش رو میکنه. من اصلا باورم نمیشه شما رو. ما خیلی مثلا خوشحالیم که... ولی بعدش خب مثلا هیچ ارتباط کلامی نیستش، یعنی میگم بیشتر عمل کرده ایشونه، شاید اون با عمل کردش میخواد. و من هم میگم من دوست دارم حتی با صحبت کردنت، حتی با کوچکترین ابراز علاقت، نه اینکه تو مثلا بری واسه من کادو بگیری، نه اینکه بخوای منو چه میدونم به ای که دیدی من به یاد دست بودم، میدونی من تاریخ مثلا تولدت رو یادم بودش و اینا، من دوست دارم مثلا با من صحبت کنی بیشتر، هیچ کدوم از اینا نیست، یا همه چی رو مثلا به شوخی میگیره. بعد تو جمع یا حالا خودمون که باشیم خیلی من بکن نکن دارم، من یه ذره کمالگرایی رو نزد دارم آی دکتر. بعد مثلا بهش میگم این کار بکن، لباسه تو اینجا بذار فلان، میگه تو از بس که بکن نکن میکنی دیگه داری اعصاب منو خرد میکنی و اینا. خب شما چرا این کارو میکنی؟ شما که نمیتونی با این بهانه این افزه، شما برای چی نقش مادرشو ایفا میکنی؟ همین دیگه. بعد من اینو بهش گفتم نه تنها من بلکه خواهرش آقای دکتر اینجوری ان که خیلی نقش مادرانه دارن نسبت بهش. یه بار عصبانیت گفتم چون تو مادرت رو زود از دست دادی، فکر میکنی هر کی میاد تو زندگی باید نقش مادرت رو ایفا کنه. من که نمیفهمم بحثای تو چی عزیز. یعنی آقای دکتر شما چرا نقش مادرش رو ایفا میکنی؟ من با ایشون چی کار دارم؟ شما چرا نقش مادرش رو ایفا میکنی که این اینجا بذار اونجا نگذار؟ کدام مردی همچی چیزی رو میخواد؟ مرض دارم جان؟ میگم مرض دارم چون هم خودم رو دارم عذاب میدن.
هم دارم ایشون رو عذاب میدم. ببخشید من در ادامه صحبتهایی که با شما داشتم میخواستم یه موضوعی رو مطرح کنم، حالا اضافه بر اون قضایا، این که من از جانب خودم احساس میکنم که ریشه اصلی مشکل رابطه ما این کمبود محبتیه که حالا از جانب ایشون من دارم دریافت میکنم. ولی اگر بخوام جدا جدا من بخوام ایرادات خودم رو بگم، من احساس میکنم که آدم وسواسگر منضبطیم، آدمیم که مغرورم، آدمیم که شاید خیلی به جزئیات مغرورم. یعنی چی عزیز؟ یعنی اگر که مثلا اشتباهی هم از جانب من اتفاق بیفته هیچ وقت پیش قدم نمیشم واسه معذرت خواهی. شاید بخوام از راه و روش های دیگه مثلا بگم که آره من اشتباه کردم، نمیام مستقیما بگم که آره ببخشید این اشتباه من بودش و اینا، سعی میکنم تکرار نکنم، نمیام همچین کاریو بکنم. خب کار درست نیست عزیز، ما تو دنیایی هستیم که آدم ها قراره وقتی که متوجه اشتباه میشن بلا فاصله به همون آدم اعلان اشتباه کنن، معذرتشون بخوان و تقاضای بخشش کنن و پشت سرشون بذارن و برن. این که به روح خودتون، حالا بحثای من اون نیست، مثلا نمیفهم رابطه شما چگونه رابطه ایست، من واقعا نفهمیدم. بعدم شما با برچسب ها رو خودتون که نمیتونید مسئله رو حل کنید که من مجبورم یا وسواس. مشکل ایشون هم دکتر احساس میکنم که خیلی کارهاشون تو رفتاراشون خیلی بچگونه است، یعنی مثلا تو محیط کاریشون حتی تو ارتباط با بقیه شوخی های بچگانه میکنن، شوخی هایی که مثلا من همیشه میگم در حد سنت حداقل 29 سال سن داری رفتار، و هی به من میگه تو چرا انقدر بکن نکن میکنی، چرا هی میگی این کارو بکن این کار درسته این کار غلطه، یا مثلا نسبت به پوششش میگم مثلا این کار بکن اینو بپوش این در حد مثلا سن تو نیستش و اینا. من احساس میکنم که مثلا اشتباهات و ایرادات شخصی ایشونم. عزیز من، عزیز من، عزیز من، صبر کنید. مسئله اول این است که آدمایی باید با هم ازدواج کنن که شبیه مانند همند. شما قرار بوده به توجه میکردید که ایشون لباس به گونه‌ای میپوشه که شما فکر کنید مناسبه و خوبه و درسته. ایشون قراره توی مهمونی به گونه‌ای حرف بزنن، رفتار کنن که مناسب اونجاست. شما نمیتونید برید یه آدمی که یه جور دیگه لباس میپوشه، حرفای جور دیگه میزنه، بیاریدش بعدن بگید چون من نظرم درسته به تو میگم تو این کارو بکن کار نکن. کسی تو ازدواج نمیره برای دستور دادن و دستور گرفتن، کسی نمیره تو ازدواج برای که کسی بگه درست و غلط و خوب و بدا کدامه. به همین جاست که آدما وقتی میرن ازدواج کنن میگه من 25 سالمه تا حدودا بین مثلا 20 تا 30 به درد هم میخوریم، نمیره سراغ آدم 95 ساله برای که میگه مناسب نیست، نه 25 ساله عیب داره نه 90 ساله یا 95 ساله، ولی به هم نمیخورن. شما وقتی این حرف رو میزنید معناش اینه که شما دو تا شبیه مانند هم نیستی. خب سر هر موضوع کوچک و بزرگی با هم در جنگی. این میخواد ساعت 12 نهار بخورم ساعت 3، خب با هم نمیتونید بخورید. بعد شما حرف رو دونست که من از جانب اون محبت نمیرم، اون محبتی نداره، او اصلا محبت و علاقهی به شما نداره، یا اگر داره به گونه ای که شما انتظار دارید ابراز نمیکنه یا عمل نمیکنه. خب علتش عدم شناخته، یعنی شما به نظر من فقط یه جوری بی خودی ازدواج کردید، بعدم به حساب خودتون فکر کردید اونم با من میاد، اونم فکر کرده که از این طریق میتونه بیاد کانادا، اومده، حالا هم که حتی به عنوان دو تا جوان 27 ساله و 29 ساله رابطه جنسی ندارید، رابطه محبت آمیزی هم ندارید. خود شما میگید اگر اینا رو میدونستم ازدواج نمیکردم. ایشون میگه هنوز من ازدواج میکردم. لج و لج بازی شده الان تو خوب. زندگی ما مثلا هر خوب. چیزی اون میگه اون میخواد جواب منو بده، یا من اگه چیزی میگم اون میخواد خلافش رو ثابت کنه، یعنی دقیقا یه به همین جد است که من گفتم ازدواج باید مشخص بشه پیست بوکسه یا پیست رقصه. اگر پیست رقصه با هم میرقصید خوب و خوش، اگر پیست دوتا بچه آخر لوس نانو رفت دارید به این دوتا بچه آخرتون، تنها چیزی که توتون هست این که او باید اینگونه عمل کنه. اونم اصلا حرفش اینه که من بچه پنجم هم از پنج بچه، من خستم از این که هم نمیدونستم هم نمیتونستم همه من گفتن چی کار کن، حالا اومده گرفتار یکی شد. دقیقا همین، چرا من همیشه عرض میکنم ما با کی ازدواج کنیم؟ با کسی که بدترین صفت پدر و مادرمونو داره در محیطی که بزرگ شدیم. خب معلومه این در کودکیش بچه پنجمه خانواده پنج نفره پنج بچه صبح تو غروب بهش گفتن چی کار بکن چی کار نکن،
برای که نمیدونسته نمیتونسته و نه تواناییشو داشته، همه براش کار کردن، حالا اومده گرفتار شما شده که صبح تا غروب بحث می‌کنه است که اینو اونجا بذار، اون حرفو اینجا نزن، این لباسو اینجوری نپوش، اون کارو اونجا نکن، به صرف اینکه درست هستن حق با شما کاملا، اون نمیخواد این کارو بکنه. خب بنابراین اسمش ازدواج نیست. شما الان به قول خودتون افتادید به جنگ. الان شما حرفتون این است که من اگر اینا رو میرسم ازدواج نمیکردم. صحبت من این است که اصلا مهم نیست ایشون چی بگه، چون اونم یه بازیه، کاملا بی معنی است. ازدواج غلطی بوده. میخواد چیکار کنید؟ از این طریق هم درست نمیشه. ایشون هم مطابق میل شما عمل نمیکنه. شما اگر از آنچه که ایشون هستند و عمل میکنن رنج میبرید، همینجوری رنج خواهید برد. حالا میخواد چیکار کنید؟ من باهاشون که صحبت کردم، خودشون چندین بار پیشنهاد دادن که حالا مثلا جلسه های تراپی بریم جفتمون به هم کمک کنیم که این رابطه بهتر بشه. چون میگم من بیشتر وقتا تو عصبانیت گفتم اگر میدونی که مثلا اذیت داری میشه اینا، میتونی برگردی ایران، میتونیم از هم جدا بشیم. یا میگه نه من نمیخوام جدا بشم. و چرا این حرفا رو حتی تو عصبانیت میزنی؟ مثلا این حرفا رو باید محدودیت بذاری، این حرفا گفتن نداره و این داستانا. یعنی چه حرفات عزم؟ نه چرا واقع بینا؟ ایشون یاد گرفته این گونه عمل کنه. اگر یه دفعه دیگه اگر رابطه تونی که شما میفرمایید ایشون هم میدونه بد و غلطه، ولی به دلایلی نمیخواد جدا بشه، یعنی اصلا چه معنی داره؟ یه زن ایشون گرفته صبح تو رو بهش بگه درست و غلط ها چیه؟ بعد بگه من حالم خوبه، بعد رابطه محبت آمیز ندارم، برای رابطه جنسی ندارم، ولی وای عجب ازدواج خوبی کردم، حرفی برای گفتن شنیدن نداریم، اوقات فراغتمون که تنها هستیم و کاری هم نداریم، حرفی برای گفتن و گفتگو ندارم. مثلا باور نمی کنم ایشون فکر کنه همین چه خوبه. مثل اینکه من بردم یه سیب و گلابی گندیده رو بدم، خب خیلی خوبه دیگه. یه روزی سیب و گلابی بوده، به درخت بوده، اصلا چه قشنگ بوده، وقتی گل کرده شکوفه کرده عجب درختی بوده. خانم آقا این گندیده است الان. شما دارید زندگی رو برای من توصیف می‌کنید که بده، هیچ آدمی قرار نیست بخواد تو این زندگی بمونه. ایشون معتقد است که میخوام تو این زندگی بمونم، خب به دلایل دیگری است. مثل آدمایی که مثلا فرض کنید، نمیگم در مورد ایشون، تو ایرانن این مهریه سنگین دارن، دلشون میخواد جدا بشن نمیتونن. یا یه آدمی که میخواد جدا بشه ولی مسئله آبرو و اینکه مردم چی میگن داره. لطفاً حالا ممکنه مثلا بیشترش به خاطر این باشه، خب خانواده‌ها خیلی هم کفر و هم دیگه هستن، فرهنگ‌ها خیلی به هم نزدیکه، نمیدونم واقعا اینو نفهم یعنی چی. خب چه ارتباطی به شما داره؟ انقدر اصرار داره که حرف از جدایی نباشه، حرف از مثلا فلان نباشه. من همچنان تو رو دوست دارم، با فکر اومدم، مطمئن بودم به تصمیمم، یا حالا هر چیز دیگه. بسیار عالی، بسیار عالی. حرف این است که ما رابطه جنسی هفته دو سه بار در هفته می‌خوایم، می‌تونیم داشته باشیم؟ من دلم میخواد با هم روابط دوستانه داشته باشیم. من میتونم یه عالمه فعالیت‌های مشترک رو با هم داشته باشیم. من میخوام تو به گونه ای رفتار و عمل کنی که از نظر ظاهر و لباس و گفتگو و اینا خوب باشی. حرف شما به ایشون که همه اینا رو قبول داری و میخوای انجام بدی، خب بده. از فردا صبح میتونی انجام بدی. احتیاج به هیچ تغییری نیست. آیا ایشون همه اینا رو قبول میکنه؟ فکر نمی کنم. یعنی اگر بخواد چیز کنه میگه خب در قبلش تو هم باید این کارها رو کنم. هیچی من نمی کنم. هیچ. من که ناراضی هم میخوام برم. تو که راضی هستی درستش کن. ببینید عزیز، لطفاً سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منو حتما بشنوید. لطفاً. اون به شما حداقل 80-90 تا نکته رو میگه. هزار نگاه کنین به خودتون. از اینکه برید تراپی من باش خیلی خیلی موافقم. ولی حرفایی که شما میزنید اصلا خوشحال کننده نیست، مجبورم بگم. و لطفا مواظب باشید، باردار نشید، حامله نشید. ببینید با هم چه میکنید، تراپی رو برید و اون سی دی رو هم جدا یا با هم بشنوید. لطفا مطمئن هستم نگاه و نظرتون با تراپی و اینا میتونه عوض بشه. ولی آنچه که شما به من میفرمایید خوب نیست. اگر ایشون نظر مختلف متفاوت دارن، اگر شما هم راحت هستید رو خط بیاد، دو تایی صحبت کنیم ببینیم به جایی میرسیم. برای که من متاسفانه با آخر وقت نه الان که وقت من با آخر وقت هم نیستم، باید خدافزی کنم عزیز. یه وقت دیگه فقط یه سوال دیگه اوچخواهی میکنم. من جان. الان احساس حسادتم نسبت به بقیه زوجا خیلی زیاد شده، یعنی من فقط نسبت پدر مادرم، یعنی وقتی میبینم با هم میگن میخنن یا با هم الان مثلا تو تعطیلات رفتن دوتای بیرون یا حالا هر چیز دیگه، زوج دیگه ای رو میبینم که مثلا به هم محبت میکنن یا حالا
من خیلی اون حس حسادتم زیاد شده و از من خوب میشه. حسادت حسادت که بیماریست، مقایسه کردن با مردم چیکار؟ مهم اینه که من خوب و خوشم، حال دیگران خوب و خوشن یا بدن به من چه. نه اون که بحث کودکان است. هر دو تاتون گفتم دو تا بچه آخرید که جنبه های مثبت و خوب بچه های آخر رو نگرفتید، هرچه بعد منفی بوده رو سر هم کردید. لطفا با هم خواستید برید تراپی، حتما این کارو بکنید. خواستید زنگ بزنید. به حال بچه دار و حامل هم نشید. لطفا لطفا حتما. امیدوارم اوضاع بهتری پیدا کنید.